در پی اعلام خونسا شدن 5 حمله تروریستی در فرانسه از ماه ژانویه تاکنون، نخست وزیر این کشور تهدیدهای تروریستی اخیر را بی سابقه عنوان کرد. پلیس فرانسه روز چهارشنبه از دستگیری جوان 24 ساله‌ای خبر داد که مظنون به انجام حملات تروریستی به 2 کلیسا در شهر پاریس بوده است. مانوئل والز در واکنش به تهدیدهای اخیر گفت: تهدید هرگز تا این حد مشخص و واضح نبوده. هرگز در تاریخ با چنین نوعی از تروریسم مواجه نبوده ایم. این افراد به تنهایی عمل نمی‌کنند، همانطور که در حملات ماه ژانویه هم شاهد بودیم. آنها شبکه‌هایی هستند و افرادی هستند که برای آنها تجهیزات تهیه می‌کنند. بنابراین بررسی‌ها به شکل بسیار دقیق ادامه دارد و سعی داریم اطلاعات به دست آمده را تا حد امکان و تا زمان کارآمد محرمانه نگه داریم. سید احمد غلام، جوان الجزایری که از سال 2014 تحت نظر نیروهای امنیتی فرانسه بوده، قصد داشته برای پیوستن به گروه‌های تروریستی به سوریه سفر کند. یکی از همسایگانش میگوید: البته که بسیار وحشتناک است که چنین فردی با 3 کلاشینکوف در طبقه بالای ساختمان ما زندگی می‌کرده. همسایه دیگر میگوید: به نظر من نباید وحشت کرد، زیرا پلیس اینجاست و آنها با ما بسیار مهربان هستند و سعی دارند امنیت ما را در تمامی موارد تضمین کنند. بر اساس اعلام دولت فرانسه، حدود 1573 شهروند این کشور با گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق ارتباط گرفتند و بیش از 440 تن از آنها در حال حاضر به این گروه‌ها پیوستند.